هر کجای دنیا که هستید، افشین هستم با 106 برنامه اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. تقریبا تمامی اخبار به یک نوعی به هم ربط پیدا میکنن. کافیه چیدمان اخبار درست بشه تا ربط اونها به هم مشخص بشه. برای مثال در برنامه این هفته سر در میآوریم که چطور شرکت در نمایشگاه هوایی روسیه ربط پیدا میکند به تعداد کشته های سیل پاکدشت، و در ادامه آخرین سخنان رئیس جمهور منتخب در جمع نیروهای نظامی مورد نقد و بررسی قرار میگیرد. چند هفته پیش یک نمایشگاهی در روسیه برگزار شد و از آنجا یک خبری به ایران مخابره شد که موجبات خنده و سرگرمی تمامی محافل نظامی جهان رو فراهم کرد. پهپادهای ایرانی دل روس‌ها رو برد. رئیس سازمان صنایع هوایی ایران میگه مقامات روسیه در حاشیه نمایشگاه بزرگ هوافضای مکس 2015 به مقامات ایرانی پیشنهاد دادن فناوری ساخت یک مدل از پهپادهای ایران رو بخرن. برای همینمونه واقعا که روسیه بیاد از سپاه پاسداران فناوری پهباد بخره. فناوری اسباب‌بازی هنگ‌کنگی از پهپادهای سپاه بالاتره. اما در ادامه یک خبر دیگه بیان شد که اصلا خنده‌دار نبود. ستاری معاون علمی رئیس جمهور هم که دیروز 3 ساعتی به همراه پوتین رئیس جمهور روسیه از نمایشگاه هوایی مسکو بازدید کرده، گفته با روس‌ها درباره فروش جنگنده‌های پیشرفته سوخوسی و هواپیمای مسافربری سوپر جت سوخوسد به توافق‌های خوبی رسیدیم. اینی که این آقا یعنی پوتین 3 ساعت وقت گذاشته با یکی از معاونین رئیس جمهور منتخب نظام مقدس، معنیش اینه که به توافق خوبی رسیده برای فروش جنگنده روسی به ایران. این خبر مربوط میشه به 4 شهریورماه همین امسال. در 31 شهریورماه همین امسال یک خبر دیگه در یک نقطه دیگه از دنیا مخابره شد که در اون هم کلمات جنگنده و روسی به چشم میخورد. ارتش سوریه خبر دریافت هواپیماهای شناسایی و جنگی از روسیه رو تایید کرد. ما به همکاری با مقامات قانونی سوریه ادامه میدهیم. اون آقایی که با لبخند جوکند کنار مستشار روسی در سوریه ایستاده و اینقدر از انتشار این خبر ذوق زده شده، آقای امیر عبداللهیان معاون خاورمیانه‌ای وزارت امور خارجه نظام مقدس هستند. ما به همکاری با مقامات قانونی سوریه ادامه می‌دهیم. به نظر ما ارتش سوریه امروز مؤثرترین قدرت است که با تروریست‌ها مبارزه می‌کند. همه می‌دونن که این نظر به نظر کی نزدیک‌تره. روسیه که مجانی به کسی جنگنده نمیده. سوریه هم که روز روزش پول نداشت و اگر بشکه‌های نفت مجانی از نظام مقدس بهش نمی‌رسید از پس مخارج کشورش بر نمی‌اومد، چه برسه به الان که 4 سال درگیر سرکوب مردمش و اقتصادش کلاً تعطیله. پس پول این جنگنده‌های روسی از کجا میاد؟ ما در عراق، در سوریه، در لبنان با کسانی که علیه تروریسم می‌جنگیدن همکاری کردیم، کمکشون کردیم، بازم می‌کنیم. اینی که بمباران مناطق مسکونی و کشتن کودکان چه ربطی به مبارزه با تروریسم داره به کنار، اما مسئله مورد توجه ما اینجا تایید کمک به سوریه از طرف نظام مقدسه. حتی اگر فرض کنیم که این کمک فقط مالی هست، معنیش اینه که از منابع مالی ایران برداشت میشه و به دولت سوریه پرداخت میشه تا بتونه مردمشو سرکوب کنه به اسم مبارزه با تروریسم. حالا آیا منابع مالی ایران برای رسیدگی به امور جاری ایران کافی هست؟ معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور میگوید 25% ذخایر آبی کشور در حالی در شبکه فرسوده لوله‌های آب هدر می‌رود که برای کاهش هر 1% آن باید 1000 میلیارد تومان هزینه شود و این از توان شرکت‌های آب و فاضلاب خارج است. واقعاً شرایط شرکت‌های آب و فاضلاب به گونه‌ای است که حتی برای هزینه‌های برق و هزینه‌های مواد اولیه، جنزده‌ها، خرید کلور واقعا امروز مشکل دارن. کشوری که یکی از بزرگترین چالشاش کمبود منابع آبیه، 25% از ذخایر آبی تصفیه شدهش که وارد شبکه لوله کشی شده هدر میره. چرا؟ چون 36 ساله که 2000 خرج نگهداری و بروزرسانی این شبکه نشده.
و همینجوری لوله ها سوراخن و داره ازشون آب میره. شرشر آب در تونل توحید، نشت آب در تونل توحید که از 3 روز پیش شروع شده بود امروز تبدیل به شرشر آب شد و ترافیک رو در شمال به جنوب این مسیر سنگین کرد. خوشبختانه این محل شناسایی شد و همکاران مجموعه آب و فاضلاب و شهرداری تهران به اتفاق این موضوع رو در دست رسیدگی دارن تا نسبت به رفع نشتی و اصلاح لوله در واقع آب که حالا یا انتقال آب شرب یا آب خام که بعداً به طور دقیق‌تر مشخص خواهد شد اقدام بکنن. گذشته از این که این آب چه صدماتی به سازه اون تونل وارد کرده، اما اگر اون تونل زیر این لوله آب نبود و همینجوری شرشر ازش آب نمی‌ریخ، کسی متوجه نمی‌شد که اون پایین یه لوله‌ای هست که شرشر داره ازش آب میره. یعنی احتمالاً همین الان یه سری لوله دیگه اون پایین هستن که شرشر داره ازشون آب میره و چون تونلی زیرشون نیست کسی هم متوجه نیست. داستان از این قراره که این لوله‌ها مثل هر چیز دیگه یک عمر مفیدی دارن و اتفاقاً شرکت یا کارخانه سازنده هم این موضوع رو اعلام می‌کنه که مثلا تحت این شرایط این لوله‌ای که دارین اینجا کار می‌ذارین عمر مفیدش 20 ساله یا 30 ساله. معنیش اینه که قبل از اینکه عمر مفیدش به پایان برسه شما باید برین اونجا رو بکنین و این لوله رو عوض بکنین با یه لوله جدید، نه اینکه بذارین عمر مفیدش تموم شه سوراخ بشه یا بهتره که آبش بریزه تو تونل تا بفهمین. یعنی تو کشورهای استکباری که اینجوریه، اما در نظام مقدس به دلایلی منابع مالی محدودن، برای همین نمیتونن سر موقع برن این لوله ها رو عوض کنن. این کم بوده منابع مالی در مورد مدیریت منابع آبی فقط محدود به زیر زمین نمیشه. سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پاکدشت گفته پیش از سیلاب 70% ظرفیت این آببندها رو گل و لای پوشونده بود و برای لایروبی نیاز به اختصاص بودجه از فرمانداری بود که متاسفانه پرداخت نشد. فائزی گفته حالا سیل اخیر این گل و لای رو به حداکثر رسونده و دیگه این آببندها خاصیت آبخیزداری ندارند. از بین 10 بندی که روی رودخانه توچال قرار داره فقط این بند شدت سیلاب رو به تأخیر انداخته. آب بندها از گلولای پر شده بودن چون به دلیل کمبود منابع لایروبی نشده بودن. در نتیجه 2 سانت بارون تبدیل میشه به سیل. بارش دیشب باران استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، گلستان، مازندران و هرمزگان رو درگیر سیل کرد. سیلی که با وجود هشدار هواشناسی علاوه بر 10 میلیارد تومان خسارت مالی، جون 5 نفر رو در یکی از روستاهای پاکدشت گرفت. در کشوری که مسئولینش از صبح تا شب با نشون دادن چارت‌ها و آمارهای مختلف کمی بارش باران رو عامل کمبود منابع آبی معرفی می‌کنن، یک باران تابستانی سیلی به راه میندازه. یعنی مثلا اگر 2 روز بارون میومد پشت سر هم میشد گفت خب همه جا سیل میاد دیگه، ولی وقتی چند ساعت باران اونم در جایی که تمام چاه‌ها و سطح‌هاش خالی از آب هستن میاد و سیلی به راه میفته، عامل باران نیست، سوء مدیریت مسئولین منتصب شده است. مسئولینی که هیچ نسبتی به لحاظ تجربه و دانش با مسئولیتی که بهشون سپرده شده ندارن. البته کمبود منابع مالی رو هم باید به اون اضافه کرد. آبخیزداری در بالادست اینا توسط وزارت جهاد صورت نگرفته. 2، ساماندهی رودرها توسط وزارت نیرو، حریم و بسترها باید کنترل می‌شده. خیلی هاش انجام نشده، بعضی مواقع انجام شده. پوشش گیاهی اینا از بین رفته. بنابراین با یه رگبار و یه بارندگی شدید اینا استعداد ارائه سیلاب سنگینی در مدت خیلی کوتاهی دارن. چه در نوع خودش یک رکورد به حساب میاد. بله، ما رکورد زدیم. اما مردمی که گرفتار این سیلاب ها میشن به این رکورد زنی ها نمیخندن. کیری برقوره، همه قطع کرد، آب قطع کرد، لوله های آب همه در آمد. این وضع مغازه یا یخچال و فلان و وسایل و خوراکی و چیتون چارت جو بود و گندم بود و همه از بین رفته، آرد بود و درآمد ما همینه. ببینید سیلاب، ببین چی به سرش آورده. ما کلا امرار معاشمون نیه، همه اینجا کشاورزن، همه کارگرن. سیل اومد چی داشتیم بود؟ هیچ هم نداریم دیگه. بله، ولایت مداران و مسئولین صدمه ای از این سیلاب ها بهشون وارد نمیشه. مثلا خونه آقای احمد خاتمی سر راه این سیلاب ها نیست. اتفاقا قشر آسیب پذیر جامعه که قرار بود نظام مقدس ازشون محافظت کنه آسیب میبینن. دولت جمهوری اسلامی از اول امام بزرگوار ما
سیاست حمایت از فلسطین و دشمنی با رژیم صهیونیستی رو اعلام کرد و سر دست گرفت، تا امروز هم ادامه دارد و 35 ساله که ما از این خط منحرف نشدیم. ملت هم با کمال میل، ملت ما با کمال میل همراه هم. اون ملتی هم که زیاد میلی به این کار ندارند و معتقدند که این کمک، یا بهتر بگم کمک ها، باید صرف رسیدگی به کاستی های داخلی بشه، جرأت ندارند اونو بیان کنند، چون در اون صورت با عطوفت اسلامی یا منطق نظام مقدس طرف میشن. ما همون کمکی را که به حزب الله لبنان کردیم که شیعه است، همون کمک رو به حماس کردیم و به جهاد کردیم و باز هم خواهیم کرد. حالا باز هم سیل بیاید و به مردم خسارت بزند یا منابع آبی هدر برود، موضوع مهمی نیست که. اینها به هر کسی که بخواهد خودش را منفجر کند یا اسلحه دستش بگیرد تا شهید شود کمک میکنند. اما همون کشوری که ایشون خودش رو صاحب اون میدونه و از طرف مردمش صحبت میکنه، با کمبود منابع مالی در همه زمینه ها روبروست. رئیس ستاد مدیریت سوخ در حاشیه نشست به خبرنگار ما گفت بدهی دولت به ایران خودرو مانع خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقله. امیدواریم دفعه دو هفته آینده مصوبهش اگر ابلاغ بشه اون بدهی قابل پرداخت میشه و انشالله به جریان میفته تحویل خودروها به راننده ها. انشالله اگر تصویب بشه. اگر هم تصویب نشود، مردم همینجوری دود آثار از این خودروهای فرسوده رو میخورن. بالاخره مردم هر روز باید با تمام وجودشون حس کنن که تحت حاکمیت نظام مقدس دارن زندگی میکنن. حالا این بدهی دولت به ایران خودرو که اونم مال خود دولته چقدره؟ این بدهی حدوداً چقدر هست؟ حدود 145 میلیارد تومان. یعنی پس از پرداخت این بدهی مشکل تاکسی ها حل خواهد شد. پرداخت بخشش هم انجام بشه مشکل اون رو حل. 150 میلیارد تومان فکر کنم پول یکی از اون جنگنده روسیه باشه بدون بمباش. وقتی آفت زنجیره خرما زودتر از اعتباری میلیاردی به نخل‌های کرمان میرسه. گفته میشه که حدود 8000 هکتار از نخلستان‌های استان رو در بر گرفته. در بعضی مناطق نزدیک به 90% از محصولمون درگیر مسئله زنجیره خرما است. تو خوزستان ریزگردها و آب شور حاصل از سد گتوند نخلستان‌های خرما رو از بین می‌برد. در کرمان زنجیره به دلیل اینکه اعتبار کافی برای تهیه سم به موقع نمیرسه. اون از شهر، اینم از روستا. مورد بعدی، جای خالی 28 هزار معلم در نظام آموزش ابتدایی و گزینه‌های روی میز آموزش و پرورش. راهکارهای آموزش و پرورش برای جبران این کمبود از حضور مدیران و معاونان در کلاس درس. امسال مدیران محترم و معاونین محترم واحدهای آموزشی زحمت مضاعفی خواهند داشت که هر کدامشون 6 ساعت تدریس خواهند داشت. به به، چه راهکاری! یعنی به جای استخدام نیرو مدیر و ناظم ها رو میفرستن سر کلاس به بچه ها درس بدن. زحمت مضاعف. اجرای طرح چند معلمی هم برای سال تحصیلی آینده در پایه های پنجم و ششم ابتدایی در راهه. نیروی انسانی این طرح هم از معلمان دوره متوسطه تامین میشه. در دوره متوسطه همکارایی که دارای 60 ساعت موظفن، به ویژه در متوسطه اول، به خاطر اینکه یک پایه رو الان اونجا نداریم، تعدادشون قابل توجهه. اونا میان ابتدایی. میان انشاءالله در دوره. نپذیرفتن این موضوع هم برای این معلمان تبعات داره. اگر نپذیرن، اولین اتفاقی که میفته اینه که حق شغلش کم خواهد شد. یعنی یه جوری به اصطلاح دریافتیاشون کم میشه. یعنی هر جور که بتونن به معلمان یا کلن فرهنگیان فشار وارد میکنن، چون نمیخوان 28 هزار نیروی جدید استخدام کنن. میدونی چرا؟ کمبود منابع مالی. 1000 میلیارد تومان صرفه‌جویی با ساماندهی نیروی انسانی. این آمار رو وزیر آموزش و پرورش در همایش استانداران سراسر کشور داد و گفت این مبلغ رو به زخم‌های دیگه همین وزارتخونه زدین. زخم‌ها و چالش‌هایی که فانی خیلی بازشون نکرد. بازشون نکرد چون خوشبختانه الان 36 سالی که از عمر نظام مقدس می‌گذره و دیگه این مشکلات رو نمیشه انداخت گردن نظام قبلی. در 20 سال اول بعد از انقلاب این بهترین تکنیک برای فرار از پاسخگویی به انتقادات بود. اما اینی که مدیرا و ناظمای مدرسه باید زحمت مضاعف بکشن و برن سر کلاس درس بدن، یا معلمای دبیرستان رو مجبور میکنن برن سر کلاس دبستان درس بدن، و اسمشو گذاشتن ساماندهی نیرو. تا 1000 میلیارد تومان، یعنی 1/10 مبلغی که بابک زنجانی با خودش برده و پس نمیده رو صرفه جویی کنن، چون این پولو میخوان به زخم یا زخمهای دیگه‌ای بزنن. نمیشد از
کمک یا کمک ها به حماس و حزب الله و سوریه کم کرد؟ ما در آموزش و پرورش قریب به 750 چالش اصلی داریم. 750 چالش اصلی، اونم فقط در یه وزارتخونه. من اصلا نمیدونستم میشه در آموزش و پرورش 750 مورد پیدا کرد، اونم اصلی. اینجا باید خدمتتون عرض کنم که اتفاقا معلمین تنها قشری هستن که به صورت سازماندهی شده در برابر این بی‌عدالتی ها مقاومت میکنن. و در همین راه در حال حاضر 7 تن از آنان در زندان هستن. آقایان منصور موسوی، علیرضا بهشتی، علی اکبر باغبانی، رسول بوداغی، اسماعیل عبدی، مهدی بهلولی و محمد رضا نیک‌نژاد. به همین دلیل و تحقق نیافتن وعده‌های دیگری که به معلمان داده شده، فعالان این عرصه فراخوانی برای یک تجمع سراسری دیگر صادر کردند. دهم مهر ماه تاریخ این تجمع سراسری خواهد بود. فکر میکنم حمایت از این تجمع مسالمت آمیز بهترین راه برای اعتراض به بی‌عدالتی حاکم باشه و به نوعی وظیفه همه ایرانی هست. تمامی زندانیان سیاسی، امروز به دنیا میگوییم بزرگترین نیروی مسلح ضد ترور و ضد تروریسم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند. اصولا آدمهای منطقی و قوی هیچ وقت زور بازوشون رو به رخ کسی نمیکشن. این موضوع در مورد دولت ها و حکومت ها هم صدق میکنه. یعنی هیچ حکومت قدرتمندی نمیاد بگه ما نیروی نظامیمون قویه یا قوی ترینه، میگه مثلا ما دموکراسیمون یا قانونمون قویه. این کار مخصوص حکومت‌های دیکتاتوری و خودکام است. امروز بزرگترین قدرت منطقه بر علیه ارهاب و ارعاب و ترور نیروهای مسلح ما هستند. البته همینجا لازم میدونم به یک نکته اشاره کنم و اون اینه که هر جایی که نیروهای مسلح اینا به یک بهونه‌ای وارد شدن، الان داره در آتش و خون همینجوری غلط میزنه برای خودش. از غزه و یمن بگیر تا همین عراق و سوریه. همونطور که ما در عراق و سوریه با درخواست دولت‌های اونها به ارتش‌های اونها به دولت‌های اونها کمک کردیم بر علیه ترور، یا حالا سرکوب مردم در سوریه، اگر خدای ناکرده تروریست ها در کشورهای دیگر همسایه هم به جولان بپردازند، باز هم تنها امیدشان میتواند به ارتش و سپاه و بسیج ایران زمین باشد. اوه 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 اوه، فکر کنم یه نقشه برای یکی دیگه از این کشورهای همسایه کشیدن. اما از این تروریست بازی ها و تجارتش که بگذریم، یعنی چی باید باز هم امیدشون به ارتش و سپاه و بسیج ایران باشد؟ آقا جان، شما در اداره همین کشور موندین؟ 2 ساعت بارون میاد، سیل میاد، 7 تا کشته میده. اون از کشاورزی، اون از آلودگی هوا، اون از فساد اقتصادی و اداری در ادارات دولتی. اصلا یه جای سالم تو کشور مونده؟ واقعا شما ایرانی نیستین؟ چه خصومتی با مردم ایران دارین؟ چرا ثروت‌ها و سرمایه‌های این مردم رو صرف ماجراجویی‌ها و آرمان‌هاتون می‌کنین؟ نکنه واقعا فکر می‌کنین این کشور متعلق به یک کس دیگه است؟ هر چه در فهمت آید، آن بود مفهوم تو.